بسم الله والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درباره السلام على الله گفته نمی شود که آن حرام است. برای چی این کلمه حرام است؟ زیرا آن مخالف حقیقت است. پس الله سبحانه و تعالی را دعا کرده می شود و برای او دعا کردن نمی شود، او از آن بی نیاز است، لیکن او را با صفات های کمال ثنا گفته می شود. برای چی حرام است؟ زیرا مثل این دعا نقص را در حق او به گمان می آورد. زیرا برای چیزی به سلام دعا کرده نمی شود مگر هرگاه که قابل به آن وصف شدن را داشته باشد و الله تعالی از نقصان پاک است. دلیل اول، در صحیح از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت ما وقتی با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می خوندیم می گفتیم سلام بر الله از بندگانش، سلام بر فلان. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سلام بر الله مگوید، پس البته خود الله سلام است. السلام اسم ثبوتی و سلبی است. پس سلبی به معنای این است که به آن نفی هر نقص یا عیبی که ذهن آن را تصور میکند یا عقل آن را خیال میکند خواسته میشود. پس او را در ذاتش یا صفتهایش یا کارهایش یا حکمهایش نقص نمی پیوندد. و ثبوتی به معنای این است که ثابت بودن این اسم برای او اراده میشود و صفتی را که این اسم در بر میگیرد و آن صفت سلامتی است. و سلام چند معنا دارد. یکم تحیه است، همچنانه که گفته می شود بر فلانی سلام بگو. دوم به معنای سلامتی از نقص و آفتها، مانند گفته ما که می گوییم سلام بر تو ای پیامبر. سوم، از سلام نامی از نامهای الله است. مسئله های این موضوع. یکم تفسیر سلام، نامی برای الله سبحانه و تعالی است، یعنی از هر نقص عیب سالم است. دوم، سلام دعا است. سوم، نباید آن را در مورد الله به کار برد، اگر صلاحیت نداشته باشد حرام است. چهارم، بیان سبب منع بودن آن. سبب این است که الله سبحانه و تعالی سلام است. پنجم، تعلیم دادن آنان تحیات و سلامی را که شایسته الله است در تشهد، یعنی پس برای مخلوق تحیات من نمیگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.